خب بچه ها من موژه‌هامو کاشتم، یعنی اکستنشن کردم، الان اومدم پاساژ آکاسیا که دیگه خریدای آخر این استانبولو بکنم که میخوام برم به سمت ایران یه سری خرید کوچیکی کنم، یه سری سوغاتی بخرم. خیلی حس غریبی دارم بخاطر اینکه میخوام تنهایی برم، که اولین باره که میخوام بدون سعید کلن فرودگاه سفر کنم. هم دلم میخواد برم، دلم تنگ شده برای خانوادم، هم دلم نمیخواد برم چون سعید اینجا کار داره نمیتونه بیاد. هیجانش اینه که من برای بار اوله میخوام سورپرایز کنم مامانمو، نمیدونم چه ریاکشنی داره، اصلا خوشحال میشه ناراحت میشه که چرا به من نگفتی. بخدا همین یه ذره استرس دارم که مبادا ناراحت بشه از این قضیه که چرا به من نگفتی. بریم داخل پاساژ ببینیم که چی میتونیم بخریم، سوغاتی یا آکاسیارم بیشتر تو میشناسید دیگه، تو همه بلاغان توضیح دادم. یکی از بزرگترین پاساژهای سمت آسیاییه که همه برندا رو داره، هم برندای کوچیک و ضعیف، هم برندای خفن و بزرگ. هر کسی که مثلا به استانبول سفر میکنه، ایرانی هایی که به استانبول سفر میکنن، معمولا تور آسیایی براشون میذارن، یکی پاساژ امام، یکی هم پاساژ آکاسیا رو حتما میارنشون. برند استارباکسی که همیشه شلوغه از صبح تا آخر شب. بچه چه باحال درخت کریسمس گذاشتن، چه قشنگه، خیلی بزرگه. برند مورد علاقه من ویکتوریا سیکرت که خیلی هم گرونه. دیگه الان پاساژا همه حال هوای کریسمسی داره دیگه، همه تزینات کریسمسی دارن. بچه ها خریدای گراتیسیمو کردم، مثل شامپو، نمیدونم وسایل بهداشتی. حالا اومدم که یه سری خرید لباس بکنم، برم برند ماوی، برم آدیداس و برندهای دیگر رو ببینم، یه سری از این لباسهای دیگه بخرم و برم به سمت خانه. خب بچه ها من خریدم توی آکاسیا تموم شد، دارم میرم دیگه به سمت خونه که این روزهای آخر رو دیگه با بچه ها حسابی خوش بگذرونیم. دیگه تقریبا 24 ساعت پیش همین روزهای آخری که من اینجا هم، خاطر همین خیلی داره خوش بگذره، نزدیک بود ماشین لهم کنه. خیلی مبارک باشه، ماشین تو مبارک باشه، اقامت کاری مبارکه، خیلی خوشگله.
دیگه باید ناله کنی. بهنوش خانم شما هم با آرزو رسیدی، بالاخره جلو نشستی. ما هم به آرزو رسیدیم. خیلی وقت بود جلو نشسته بودی، من عقب نکاشته بودی. خب اولین خرید ماشین جدید سری بهنوش من رو خیف کرد آورد اینجا، گفت بایش باید شیرینی بدی. خیف کرد من باید سری مسعود شیرینی درست حسابی. یا آقا مسعود فعلا داری برای نباد شیرینی دو تا شیرینی، یه شیرینیش سنگینه، یه شیرینی یه دونه شیرینی اقامت کاری که الان خبرش رو دادن بهمون، یه دونه هم شیرینی ماشینش. اقامت کاری خیلی شیرینی مفصلی میخواد عزیزم، هرچه سریع تر تدارکاتش رو ببین، من دارم میرم دیگه. حاج خانم پاش درد میکرد، الان دیگه دو سه پا داره انگار. راحت راه میره دیگه، خیلی راحته. خوشحال ترین باشه شیرینی نواد میگه. از خوشحالی نمیدونن با نواد چی کار کنم. اینو نکش کن آقا، اینو نکش کن. نه پاش از اونا برده ببین چی کار میکنم. ایران بچه ها چی کار میکنم، اینو چی کار میکنم. اینو چی کار میکنم. پاش اینجا نه بگیریم. اصلا نیفتم پا. زندگی متفاوته. این برای میگم بچه ها کجا ساختنه. مرسی ورزش. چه مرتب دارم ورزش برنی؟ سعی جان روزهای پایانی در چه حالی هست؟ بفرمایید. در آسانسور بگیر. به افتخار خوب باز شد. منوش نرو. منو. منوش کار کنی برای کار کن. الا سمشون میگن منوش نشیم باشه کار کن. همه یه کارهای خونه شو من میکنم، بعد اون ادعاش میشه که من خیلی فرزم. حالا داره میره ایران دیگه. ولی واقعا ما تا حالا توی این 10 سال زندگی که همون میشناسیم زندگی کردیم، تا حالا هیچ کدوم سفر اینجوری کشور به کشور نه، هایی یه درود بوده، اونم کشور به کشور یه بار سعید رفت شیراز. همین دیگه اصلا اینجوری مسافرت یا جدایی نداشتیم، خدا همین خیلی برامون سخته و عجیبه. خب بچه ها الانم دارم میرم میگروس خرید کنم، ادامه خریدام، یه سری خریدای کوچولو دیگه، اون چیزی تو ذهنمه. مثلا مامانم خیلی عاشق قهوه است، قهوه های اینجا هم خیلی دوست داره، من برم یه سری قهوه براش بخرم، یه سری مثلا شوینده هایی که ایران نیست کوچولو و کم حجم باشه براش بخرم. چی داری میگی تو؟ چی عزیزم میگم چی میخوای من بخرم؟ آره خلاصه هر چی میخوای بخرم. فضاد شم عذیت کنی همه پولاتو خرج میکنم میرم و زشته خدا زشته. بعد یه چی دیگه اینجا هم که همیشه ماشینای خوب قشنگ، ماشینای BMW 740 پارکه. نمیدونم بچه هاش اینجا آکادمی میان چی میشه ها؟ پیلارانی اینجا فوتبال میگه اینجا، یعنی یه جور ماشینا خوبه آدم پیاده اینجا چی بود؟ اینجا باشگاه تمرینی فنرباخشه؟ آکادمی فنرباخشه. امروز هم هوا نسبت به دیروز و پریروز خیلی بهتره، یعنی مشاهده میکنین شو با تیشرت اومده بیرون. بعد دیگه کم کم کارامون رو بکنیم، این خریدای آخرمو انجام بدم، بعد بریم به سمت مافیا. قرار داریم با بچه های مافیا، قرار که با اونا هم خدافزی بکنم و آخرین دست مافیا مونم بازی کنیم و هم برم. امشب منو چک امشب من ساید مستقلم، امشب برام فرق نمی کنه. خلاصه هیچی دیگه، اینجوری اینم آسمون
آسمون یه ذره گرفته درسته؟ ابریه نیمه ابریه ولی هوا خوبه، نه سرده نه گرم. پیاز نمیخواه ببر ایران؟ فیلم زمینی پیاز پیاز بچه ها کیلوی 10 لیر کیلوی 20,000 تومن ایران چنده؟ ایران نمیشه میرم ایران میپرسم خیار چجوری اینجوری یه دست پیش هم نشسته اینه صد دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یه جل خرید کنده به چرخ نیست تو دستم میگیرم اصلا تو دستم میگیرم اصلا شما نگران نباش من تو دستم میبرم مرسی آقا سعید سعیری سوقاتش انتخاب کرد مرسی فرد فود باید خرید کنی برای مامیش خریده بفهمم قشنگه؟ بله تو رو خدا اگر قشنگ نیست بگید قشنگه خایتان بود فقط کیسه باز کردن سعید سوغاتی ها رو داری جمع میکنی و حسابی خب بچه ها ما آماده شدیم اومدیم پایین بچه ها الناز و مسعود اومدن دنبالمون داریم میریم برای مافیا یه بارونی هم اومده تا ما گفتی هوا خوبه بارون شروع کرد خیس همه جا همچنان هم داره بارون میاد ماشین رو ببین قول میدم به صدی تو مافیای صدی من الان شرط بندیم الان بدونیم اون شوهرت هم مافیاست من سن را آمد که همین صحبتشون نشیدم آقا من سامو نمیدونم ولی راست جون شب معارفت حتی یاراتون هم میتونم به شما تارجت بزنم مشکلی نداره نه بودم بگیم شما هم هنوز میتونیم آفره بازیدیم من در سرور به دنبال پیدا کردنش شهر هم میداره من ترجیح میدم که برای شهر هم من راجع به عمر مهسا بیشتر تارجت میدم آجی خودمون پشته وقتی اصرار داریم همه شوهرم به گریه انداخته چشم تو حواست به این خیلی ناراحت بچه باشه حاجی خودش حواسش به ما هست فقط آشغالی اینجا قشنگ خوش بگذرونه امروز اصلا هوای اومدن نکن یا برو همه جا بگرد فک فامیل هر کی رو ندیدی تو چند سال گذشته برو همه رو ببین همه رو ببینم تو اینجا میخوای اشغال کنی یک روز بابا خدا تو نه تو نمیذارین هر روز عزاز اصلا یه کاری میکنیم میگی کاش منوش بیا اینا دیگه چون اینا اونجا سو استفاده شو میمانه فقط سعیدی که آب میخوره اصلا خدا آبه لیوانی اصلا نمیشه اونی که تو دسته تر بخوری تو عشق تو در نهی رو بله میکنم هر روز من شلاغ میدم شلاغ روحی میگه میکاری میکنی میگه بری تو رو خدا بیا تو خیلی خوب خب بچه ها روز موعود فرار رسید و من امروز پرواز دارم به سمت ایران هم ناراحتم هم خوشحالم از اینکه سعید نیست با هم
از بار خوشحالم که بعد 6 ماه مامانم اینا رو میخوام ببینم. یه حس غریبیه دیگه، امیدوارم که هیچ موقع تجربهش نکنید. الانم الناز و مسعود اومدن دنبالمون، قراره که با اونا بریم فرودگاه کارامونو بکنیم. احتمالا من چون بیشتر از یه تایمی از توی ترکیه موندم باید یه جریمه نقدی رو پرداخت کنم، بخاطر همین زودتر داریم میریم که اون کارا رو انجام بدیم و پروازمون دیر نشه. خب چمدونای مهنوش رو جمع کردیم، آماده است، همیشه هم بارش زیاده. ساعت 8 مهنوش خانم داره آماده میشه که خداحافظ بره اینا. بالاخره مهنوش خانم داره میره ایران. من تک گویسم. خب دیگه بچه ها، آخرین آسانسوریه که ما داریم. در این آسانسور خیلی عکس ها و فیلم ها گرفتیم، درسته؟ یه ذره شکلات ورزشین ظرف نکنیم. حالا حالا ها دوریم اصلا. آره فیلم قرار بود ساعت 8 رو بیفتیم ولی نمیدونم چرا شد ساعت 8 رو. بچه ها قربانت مرسی، ان شاء الله بری خوش بگذره برگردی ان شاء الله. ان شاء الله هیچ وقت از هم دیگه جدا نباشه. آخرین جدایتون باشه. خنده های عصبی باشه. سعید را مامانم نارو یاد نرو بدی. ببینی پسر همینجا به فکر مامانشه. ببینی اینجا پسر همینجا به فکر مامانشونه. شاید پروازم سقوط کنه به فکر مامانش. نه چون میدونم یادش میره، اولش بهش گفتم که بعدا نگذنه. حالا مثل اون کارت دانشجویی. عشقم خداحافظ. یالا ما آدم اینجا نمازی بوده. خانواده اومدن دنبالم، خیلی خوشحالم دیدمتون. دستتون درد نکنه با گل خوشگلشون. سایز بابا بود. بابا سایزای بزرگ. هر چیزی بزرگ. بزرگ، خانم بزرگ. خیلی همتون تغییر کردید مزدور. دقیقاً. خیلی سرباز شده، فارغ التحصیل شده. سعید جان جات خالی. ان شاء الله. امیرم رفته پایین ماشین بیاره، بله ما رو ببره به مقصد برسانه. محلش
خوشحال. Thank you.